در حال گریز از کوه بالا می رفتید و به هیچ کس توجه نمی کردید و پیامبر شما را از پشت سرتان فرا می خواند. پس خداوند به سزای این بی انضباطی غمی بر غمتان افزود تا سرانجام بر آنچه از کف داده اید و برای آنچه به شما رسیده است اندوهگین نشوید و خداوند از آنچه می کنید آگاه است. سپس خداوند بعد از آن اندوه آرامشی به صورت خواب سبکی بر شما فرو فرستاد که گروهی از شما را فرا گرفت و گروهی تنها در فکر جان خود بودند و درباره خدا گمانهای ناروا همچون گمانهای دوران جاهلیت می بردند. می گفتند آیا ما را در این کار اختیاری هست؟ بگو سررشته کارها شکست یا پیروزی یک سر به دست خداست. آنان چیزی را در دلهایشان پوشیده می داشتند که برای تو آشکار نمی کردند. می گفتند اگر ما را در این کار اختیاری بود و وعده پیامبر واقعیت داشت در اینجا کشته نمی شدیم. بگو اگر شما در خانه های خود هم بودید، کسانی که کشته شدن بر آنان نوشته شده قطعاً با پای خود به سوی قتلگاه های خیش می رفتند و اینها برای این است که خداوند آن چرا در دلهای شماست در عمل بیازماید و آن چرا در قلبهای شماست پاک گرداند و خدا به راز سینه ها آگاه است. روزی که دو گروه در احد با هم رویارو شدند، کسانی که از میان شما به دشمن پشت کردند در حقیقت جز این نبود که به سبب پاره ای از آنچه از گناه حاصل کرده بودند شیطان آنان را بلغزانید و قطعا خدا از ایشان درگذشت، زیرا خدا آمرزگار بردبار است. ای کسانی که ایمان آورده اید، همچون کسانی نباشید که کفر ورزیدند و به برادرانشان هنگامی که به سفر رفته و در سفر مردند و یا جهادگر شدند و کشته شدند گفتند اگر نزد ما مانده بودند نمی مردند و کشته نمی شدند. شما چون این سخنانی مگویید تا خدا آن را در دلهایشان حسرتی قرار دهد و خداست که زنده می کند و می میراند و خداست که به آن چه می کنید بیناست. و اگر در راه خدا کشته شوید یا بمیرید، قطعاً آمرزش خدا و رحمت او از آنچه جمع می کنند بهتر است. و اگر در راه جهاد بمیرید یا کشته شوید، قطعاً به سوی خدا گردآورده خواهید شد. پس به برکت رحمت الهی با آنان نرم خو و پرمهر شدی. و اگر تند خو و سخت دل بودی، قطعاً از پیرامون تو پراکنده می شدند. پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشورت کن و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن، زیرا خداوند توکل کنندگان را دوست می دارد. اگر خدا شما را یاری کند، هیچ کس بر شما غالب نخواهد شد و اگر دست از یاری شما بردارد چه کسی بعد از او شما را یاری خواهد کرد؟ و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند و هیچ پیامبری را نسزد که خیانت ورزد و هر کس خیانت ورزد روز قیامت با آن چه در آن خیانت کرده بیاید، آنگاه به هر کس پاداش آن چه کسب کرده به تمامی داده می شود و بر آنان ستم نرود. آیا کسی که خوشنودی خدا را پیروی می کند چون کسی است که به خشمی از خدا دوچار گردیده و جایگاهش جهنم است؟ و چه بد بازگشتگاهی است؟ هر یک از ایشان را نزد خداوند درجاتی است و خدا به آن چه می کنند بیناست. به یقین خدا بر مؤمنان منت نهاد
که پیامبری از خودشان در میان آنان برانگیخت تا آیات خود را بر ایشان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد. قطعا پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند. آیا چون به شما در نبرد احد مصیبتی رسید، با آن که در نبرد بدر دو برابرش را به دشمنان خود رساندید، گفتید این مصیبت از کجا به ما رسید؟ بگو آن از خود شما و ناشی از بی انضباطی خودتان است. آری خدا به هر چیزی تواناست. و روزی که در احد آن دو گروه با هم برخورد کردند، آنچه به شما رسید به اذن خدا بود تا شما را بیازماید و مؤمنان را معلوم بدارد. همچنین کسانی را که دروئی نمودند نیز معلوم بدارد و به ایشان گفته شد بیایید در راه خدا بجنگید یا دفاع کنید. گفتند اگر جنگیدن می دانستیم مسلماً از شما پیروی می کردیم. آن روز آنان به کفر نزدیکتر بودند تا به ایمان. به زبان خیش چیزی می گفتند که در دلهایشان نبود و خدا به آنچه می نهفتند داناتر است. همان کسانی که خود در خانه نشستند و درباره دوستان خود گفتند اگر از ما پیروی می کردند کشته نمی شدند. بگو اگر راست می گویید مرگ را از خودتان دور کنید. هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندار، بلکه زنده اند که نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. به آنچه خدا از فضل خود به آنان داده است شادمانند و برای کسانی که از پی ایشانند و هنوز به آنان نپیوسته اند شادی می کنند که نه بیمی بر ایشان است و نه اندوهگین می شوند. بر نعمت و فضل خدا و این که خداوند پاداش مؤمنان را تباه نمی گرداند شادی می کنند. کسانی که در نبرد احد پس از آن که زخم برداشته بودند دعوت خدا و پیامبر او را اجابت کردند، برای کسانی از آنان که نیکی و پرهیزگاری کردند پاداشی بزرگ است. همان کسانی که برخی از مردم به ایشان گفتند مردمان برای جنگ با شما گرد آمدند پس از آنان بترسید، ولی این سخن بر ایمانشان افزود و گفتند خدا ما را بس است و نیکو حمایتگری است. پس با نعمت و بخششی از جانب خدا از میدان نبرد بازگشتند در حالی که هیچ آسیبی به آنان نرسیده بود و همچنان خوشنودی خدا را پیروی کردند و خداوند دارای بخششی عظیم است. در واقع این شیطان است که دوستانش را می ترساند. پس اگر مؤمنید از آنان مترسید و از من بترسید. و کسانی که در کفر می کوشند تو را اندوهگین نسازند که آنان هرگز به خدا هیچ زیانی نمی رسانند. خداوند می خواهد در آخرت برای آنان بهره‌ای قرار ندهد و برای ایشان عذابی بزرگ است. در حقیقت کسانی که کفر را به بهای ایمان خریدند هرگز به خداوند هیچ زیانی نخواهند رسانید و برای آنان عذابی دردناک است. و البته نباید کسانی که کافر شده اند تصور کنند این که به ایشان مهلت می دهیم برای آنان نیکوست. ما فقط به ایشان مهلت می دهیم تا بر گناه خود بیفزایند و آنگاه عذابی خفت‌آور خواهند داشت. خدا بران نیست که مؤمنان را به این حالی که شما بران هستید واگذارد تا آن که پلید را از پاک جدا کند. و خدا بران نیست که شما را از غیب آگاه گرداند، ولی خدا از میان فرستادگانش هر که را بخواهد برمی گذیند. پس به خدا و پیامبرانش ایمان بیاورید و اگر بگروید و پرهیزگاری کنید برای شما پاداشی بزرگ خواهد بود.